有低差点，低差莫，马上就有。اینم منم ترمی، خیلی هم دختر خوبی هستم. من رئیسم، همون که میگم مرکز، اینا هم دوستم. خوشحال بشیم بازی کنی. من یعنی ما میخوایم در حیات رو یواشکی باز کنیم، بریم بیرون بازی کنیم. بچه ها کی میدونه این چیه؟ گربه. آفرین. حالا گ مثل گربه. خب ببینم کی میدونه این چیه؟ گربه ماهی. معلم اجازه جان. میشه مرم بیرون؟ بگید دوباره دیگه میتونید خوراکیاتون رو باز کنید و بخورید. یک کده سپرزا بیده بیده آیا این پیشی گربه همسایه همونه، ازش گرفتنش خواهم ببرمش گرده. لخشه هات لو بره ها ترنم خانوم، ولی اینو بدون همیشه یکی هست که بیاد همه چی رو برای من تعریف کنه. دستگیرشون کنی. اینو برای چی اینجوری گرفتی دستت؟ کارش کنم خواهی کیا بو میده. خب ببرش همون. خب ببرش یک گوشه کناری خواهیمش کنی دیگه زودتر.
به والدین این مجرمین هم زنگ بزن بگو هر چه زودتر بیام تا من تکلیفشون رو روشن کنم. بیا بریم ببینم. نه حق با شماست، مشکل از ماست. مشکل از ما نیست، از شماست. استاد شما اصلا زورو، شما قاتل بروسلی. استاد چیکار کنم؟ این کارای زشت از کجا یاد بگیری آخه تو؟ پدر منو درو بردی. بیا ببینم. بچه تربیت میخواد. کی باید بچه رو ادب کنه؟ من یا تو؟ تو بی تربیتی، شلوغی، کثیفی، نامرتبی. این زهر بزن. نقشمو خوب باز کردم. آره دیدی بابا تو من؟ نم نم احوال خانم ماشین ماشتی مندلی ها نام نام چه پدر گربه؟ چرا بهت گفتم این کار نکن؟ همه این کارا رو کردم که یه بارم شده تو بیاری بیاری بیا، اینکه برم پس کی شرکت به چرخونه ها؟ خب بده قربان بشم. تمام قراردادها، مالیاتها، پولها همه دست منه. چطوری میتونم آنو بل کنم فقط با تو باشم ها؟ ولی من میخوام با من باشی چون تو بابای منی، منم دخترت. بایم شرکه شب بود زنی بزن زن؟ یعنی نمیخوای بیای خونه؟ یه چی میگم تو رو خدا ناراحت نشی منو بزنی تو رو با تلفن صحبت میزنی میشه طرز رانندگیه مگه سوار درشکه این؟ باری کلا همه چیز درسته. خب میزا مرتبه، گل و شیرینی، فقط میوه‌های خورده. اینجا چی کار میکنی این وقت روز؟ چیه؟ شوی لباست خراب شد؟ من الان کلی کار دارم. ترنم آوردی گند بزنی به برنامه عمره. ببین اینجا خونه منه، هر موقعم که بخوام برمیگردم خونم. میری یه گوشه ای تا آخر شبم بیرون نمیای. فهمیدی چی گفتم؟ Thomas!
اذیتم میکنه، بابام اذیتم میکنه. چرا هیچکی به هم دوست نیست؟ تقصیر تو نیست، تو دختر خوبی هستی، ولی یکم شیطونی. نه خیرم، همه نینی ها رو بیشتر از ما دوست دارن، مثل مامان آیدا که نینیشو بیشتر از آیدا دوست داره. هیچکی دلش نمیخواد با ما بازی کنه. حالا که اینطوره منم میرم اذیتشون. اصلا فکر خوبی نیست. اونا مامان بابا تنها هرچی میگم باید گوش کنی. مامان بابا ها گاهی وقتا خیلی خیلی خستن، گاهی میبینی که توی فکر گوشه این نشستن، اما توی خواب شبت هم نباید ببینی که چشماشون یا روی تو که عشقشونی بستن. همیشه حرفاشون بشه گوش شب نباید شام بخوره. در ضمن تلویزیون اتاقش هم بیار بیرون. بس لوسش کردی تو. من لوسش میکنم یا تو؟ پدر منو در آورد. دخترم من 24 ساعته دارم برای اون قرفر تو سگا میزنم، اون وقت تو انقدر خودتو لوس کردی که همه فهمیدن. اگه من 24 ساعته از حالا 500 هزار تومن بگردی. بچه ها خوشش نمیاد از دیدن. ترنم بچه با بانوی کوچک. ای مرد دستمو تو کیستی؟ من؟ بیا بیا ها او حسین هزار زیبان از کالیش ها قربان؟ خب قربان تو باید با من بازی کنی، مگر نه میگم پیشی چشاتو در آره. شما کیه هستی؟ فوفو بابی کشه. فوفو فوفو کجایی؟ باید اینو ببریم من میگه بازی کنیم. فوفو ای فوفو هر وقت من میخوام نیستی. فوفو یه چی میگم تو رو خدا ناراحت نشی، منه نذاریم. مامان شیری گفت تلویزیون رو ببرم. نم 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 مامان شیری گفتن که منت میکشی؟ نه نم نم هوپا چیه؟ مامانم گفته اینم ازم بگیری و ببری؟ نه ماما شیرین نگفته. بالای گوشه که من جسارتی نمیدونم ماما شیرین گفتن که میدونم مامانم شام نمیدونم. نه میخواستم یه رازی رو به شما بدم، یه راز خوردنی.
نه فهمیدی بانه یک کوچک من همیشه در خدمت گذاری هستم don't forget در زمنم گفتن نداره نم نم کجا بودی؟ من عاشق راز خوردنی هم مخصوصا نون و پنیر و سبزی خب بیا بخور کاش میتونستم داری چی کار میکنی؟ من باید یه کاری کنم که مامان شهره و بابا الدلان خونه بمونن با من بازی کنن دیگه هم دعوا نکنن بس نیست که شام نداری تلویزیون نداری میخوای یه کاری کنی همه چی خراب شه؟ نه خیرم تو خودت همیشه گفتی آدم باید جنگ کنه آدم باید برای اون چیزی که میخواد بجنگه اما نه اینجوری یکم مهربون تر منم میخوام مهربون باشم دختر خوبی بشم نقشه جدید ما اینه ما؟ من و دوستان توی مهد کودک عملیات مهد کودکی چی؟ عملیات مهد کودکی مبادا باش کس نفهمه اگه این عملیات انجام بشه هم تو خونه میمونم هم هم جاشن آخر مهد کودکی خب اگه خونه هم بمونم فایده نداره همش با نینی داداشی بازی میکنم از وقتی که نینی داداشی ما تا دنیا آمده بابا میگه دیگه وقت نداره مامانم هم که هیت میگه تو بزرگ شدی تو بزرگ شدی خوب من اندازه خانم سرابی هم خب واسه همینه که ما باید یه عملیاتی داشته باشیم که مامان بابا هم تو خونه بمونن و بابا دوست باشن کجایی؟ راستا اینجا باش منم باید باشم نه نمیشه یعنی من دوست نداری؟ چرا؟ دوستت دارم ولی الان نمیتونی تو این عملیات باشی منم میخوام باشم منم میخوام باشم خیلی خوب تو هم باش آخه من مامان جونو خیلی دوست دارم مامانی تو که نمیگم مامانت یا اگرم شد بابات ها اون یکی مامانم رو میگی یعنی داری میاد جشن مهد کودک به هم اعتماد کن اگه دوباره برو یکی بفروشه خیلی سر میشه چیکی مامان نمیفروشه نه این مامان پوفکی اگه مامان و بابام نرن سر کار کی پس برام پول میاره خب از تو پوله بانکشون برمیدارن نه ترس گشنه نمیدی بابا نمیاد جشن مهد کودکم بعد از این عملیات بابات مجبور بیاد جشن مهد کودک راسته لپا چی شده؟ هیچی نشده محکم خورده به دست بابا موازمش کسی نقشم رو نکنه ولی من هیچی بهش نمیگم به خدا منم خسته شدم دوست دارم یه روزایی مامان بابام تو خونه و هم دعوا نکنم با منم بازی کنم هیچی میگم تو رو خدا ناراحت نشی من نزنی برو کنار میخوایم بریم شما هم برو عقب بله قربان فوفو من تو این عملیات از تو کمک میکنم تو باید مواظب دوستای من باشی کارم رو خوب بلدم بله قربان راستی چیز دیگه تو باید خبرهای اونا رو به من بدی چون ما نمیتونی من اینجور بشین و نقشه بکشی بله قربان بله درستش کن مشکل نداره آره آره ببین بیش از این داری وقت هم میگیری خدافظ خوشحالی سهام کارخونم داره میره بالا
وقت محضر گرفتی؟ هفته دیگه دارم میرم سفر. نیستم. نمیشد قبل از اینکه بری مسافرت وقت محضر میگرفتی؟ یه هفته دیگه صبر کن، از شرت راحت میشم. سفرت سفر کاریه؟ آره، یه جای بد آب و هوا، سیبری. میای؟ بیبری. اینجا طبق بالا امضا بشه، اینجا طبق پایین فرده بپیشه. خب اینجوری که معلومه حرف نزن دیگه، حرف نزن. آقا من هفته بالا آقا جون برو، برو مای دیگه بیا. برو، برو. اینم بابای سپه که خیلی عصبانیه. کدوم بود؟ آقا ایشون خودش ها همیشه. برای چی اینجوری رفتار می‌کنی؟ برای چی تو مرد بود؟ من دست تو چیکار کنم؟ دیوونه شدم من تو. همه ارباب جو حد دستم ناراحتن. کم کاری چه می‌کنی؟ دیر میای، زود میری. من با همین دستم به تو صادق عددم. چرا اینقدر بی‌معرفتی؟ این بابای نیما اسمش جهانگیره. نیما میگه بابای خوبیه ولی دروغ میگه. یعنی باباش دروغ میگه. باز که جامون دیگه. بیا بابا ول کن، دل بکن. خیلی سخت آدم نصف روز همش بشینی یه جا هیچ کاری نکنی. این مامانی نیماست، تحمینه. خونه ای ساب تیله ای تیله دون داره اون چشات، بهار داره، تابستون داره، خزون داره، مواج به این منو. بابای آیدا تو تلویزیونه. بیا این ور. آره حالا من به زنگ میزنم. بیا. ولی تو هیچی نگی، خودم بهش میگم. نادر جون یه دقیقه اینو بهش میگم. آره خودم بهش میگم. آره تو هیچی نگی، من آبرومون میگم. بابا من امشب برنامه زنده دارم، باید تمرین کنم. گرفتاری شد. این روزا مرد میخوام همچین چیزی بخره بیاره بندازه ریمیز تو آشپزخونه. مرد شما دست جنس این نزد. فریبا غلام زنگ زد گفتش که یه پارتی جنس اومده، قشنگ میشه بزخری کردش. من فردا صبح میرم آستارا تا چشم. یعنی من باز نیام دیگه؟ ببین اون سفر کاری داره میره، فردا بچه مهد داری، باید ببریش مهد. نیما توی موقعیت ها؟ یعنی چی؟ بیرش کن، بیرش کن، هیچی، فقط تو برو کارتو شروع کن. آها فهمیدم، ایران بری. نمیدونی اصلا دیشب یه فضای سنگینی بود. آره
خوب شد نیومدی بابا، حوصله‌ات سر میرفت. چی بود؟ تازه شامشون هم دیر دادن از باشگی مردی. تو زیادت نره بدی، فکر نکنی پول اضافه اومده دوباره بری. خیلی خوب باشه. امشب این برنامه کلا قهوه‌تو تعطیل کن. آرتا آرتا ماما من شما خبر نگیدین خیلی بخوابم من فردا صبح 5 صبح برام زنده. خیلی خوب باشه. آره اصلا نمیدونی ها چه خبر بود. آره. نه قیمه پلو درست کرد. آخ نادر. آرتا ماما آرتا. آره. فریبا جان اونجا یک دونه زن وجود نداره، همه مردن، همه عذر. تو میخوای بیا اونجا چیکار بکنی؟ بگو بگو. تو منم اگه دارم میرم واسه راحتی توی عزیز من اونجا جا نیست شما بخوابی، همه تا صبح سیخ وای میسن دیگه تماشا میکنن، کسی نمیخوابه اصلا. میرم که مثل اون دفعه غذا از بیرون نگیرن مسموم بشن. مادر من سرما رو چرا نمیگی؟ خر تب میکنه سگ سینه پهلو، تو این سرما تو میخوای بیا اونجا بگی چم منه ها؟ میرم واسه شون آب دون درست کنم. چرا بغض میکنی؟ سلام به بینندگان جان جان. خب جانو میگم و بعدش میگم که ما در همین الان رسیدیم تو خیابون پرخاشگری در کودکان باید آماده باش، فقط سه دقیقه خوش دارم. ما با برنامه 514 در خدمت شما هستیم. ممنون از این برنامه چرایی پرخاشگری در کودکانه. ما پرخاشگری در کودکان میخواییم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. خیلی ممنونم از اسمس هایی که برای ما فرستید. آقای محترم عزیزم من عجله دارم، حرکت کن دیگه. خانم محترم ببخشید شما پشت فرمون هستین؟ بله من پشت فرمون هستم ولی من نمیدونم دستم خارج اصلا نمیدونم. عذر میخوام شما گواهی نامه خدمتتون هست؟ بله گواهی نامه خب ببین من خیلی عجله دارم، من باید برم سر کارم، خیلی دیرم هم شده. امکانش هست ماشینتون رو بکشین کنار؟ خب یه وقت خانمی مثل شما اینقدر لیدی خواهش میکنه این کاپوتو بزنی بالا میرم چیکار میکنم. ای بابا دیوونه شدن مردم. دیرمونم شد. این سیخ کبابا رو کسی ندیده؟ چی شده؟ مادر جان قربونت برم نکن این کارو، یه دقیقه داریم تا پخش. نمیدونی چه خبره بیرون؟ ترافیک با یارانا رو دارم میدارم میریختم. بابا بذاری در اکسیژن بیاد. خوبه ولش کن قربونت برم. خوبه 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 ولش کن. این گلابی اومده؟ گلابی چی عزیز من؟ دکتر گلابی. ببین تو پلاتو تو میگی بعد میریم یه پلی بک 20 ثانیه میایم استودیو معرفی بدیم. بریم آقا دست بریم. برو برو استاد. خب ویتیار تیتراژو رفت. با دوربین یک میریم تو استودیو. اولین سویچو کردیم. شماره پیامکو زیرنویس می‌کنیم. بشماریم. 5 4 3 کیو. سلام بیننده‌های عزیز، بینندگان جان، شما که چشاتون تیله داره، من امروز باز در خدمت شما هستم. افتخار اینو دارم که چند تا کتاب در زمینه روانشناسی کودک به شما معرفی کنم. خوشبختانه یارانه ها رو دادن دیگه، حداقل میتونید یه دونه‌شو بخرید. امروز ما یک مهمان ویژه داریم، کارشناس برنامه جناب آقای دکتر گلابی هستن. ظاهرا ایشون
آقا بگی تصویر رو ترش زنده این کات کن برو وله برنامه ما میریم یه وله میبینیم بر میگردیم در خدمت شما دوستان بینندگان جان ساب کلگان عزیز کار نمی کنه کلیدا خب ظاهرا مثل اینکه وله ما آماده نشده من عوض کن چی کارش که اصلا کار نمی کنه کلیدا آقا جون تولیدی نیست و پخش زنده این رو آنتنی جان بابا تو اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم اینجا حرف بزنم با شما مامان و بابای تو خونه هم حرف بزنم من نمی کنم هیچ کدوم از کلیدا کار نمی کنم نظر پخش جعفر گودرزیه توجه کنی دیگه نمی این کار کنی اون کار کنی خب چه بزیه؟ سب کن توجه کنی حالتون که هی تمامه نداره میخوایم کار کنیم کار دوربین یک کلوز دختر بچه رو بده تمام میشه؟ من همش تو خونه حالم مامانم داداش نیما بغل میکنه بوس میکنه بابام هم که اینا هاش هی میاد واسه شما حرف میزنن اون آقایی هم که اونجاست هی میگه بله بله درسته درخت خیلی بزرگ میشه موش شی کوچیک هست بچه تو اینجا هست اصلا من راحت نمیذاری نه دستم نمیارم. من تو رو میخوام. مامان رو میخوام. میخوام کنه باشین و با من بازی کنیم. بینندگان عزیز، بینندگان جان، شما که ساب تیله این من از وقتی که در برنامه پیش اومد پوزش میتونم. الکی واسه چی داری مزل خواهی میکنی؟ شما که اصلا من دوست نداری. بچه هایی که داری منو تو خونه میبینی. اگه مامان و بابا تو داری اگه من با پول نیام خونه من خونه راه نمیده. اگه کار نکنم چیکار کنم؟ من که همه پولو قضا نمیام. بابا رو بابا هم میگم. من دارم دارم منم تو رو دوست دارم منم دلم برات تنگ میشه بابایی گریه نکن قول میدم دیگه بیشتر وقت بذارم بیشتر باهات بازی کنم دختر گلم گریه نکن گریه نکن گریه نکن معذرت میخوام بیننده عزیز به خاطر وقتی که تو برنامه پیش اومد آیدا دختر منه من از آیدا معذرت میخوام که به خاطر مشغله‌های کاری فرصت نشده بود دل مهربونشو ببینم ببخشید آقای مرداری من واقعا نمیتونم ادامه بدم آقای از دارم بذارت میخوام ببخشید بریم دختر من رس بخوام تو داشت همین بقلم بس شما کرایش هزار تومن با هر شب من دارم 500 تومن قربونه دارم بعد میگم کرایش هزار تومنه هر شب من دارم 500 تومن بایست میدونی که نمیتونیم پول حوالی کنیم اونورا باید مسافر ببره شما خودت میری بانک چک رو میبری اونجا ارز میخری همونجا میدی به آقای بروی خب باشه من این کار انجام میدم بله بله ببخش خب من اصلا سلام نمیدونم بابا نیکا ببخشید پس حساب کتاب قبلیش چی میشه بابا ضمانتشو من میکنم بده این پولو ببره اون ور تمام جنسای من رو آب مونده ببخشید این بچه نمیذاره که شما گفتین که کارخونهش تهرانه که بابا اینقدر با من جر و بحث نکن چک دو امضا هست فرستادم در خونتون بله یه لحظه گوشی با من کار دارم مادر جون بله اومدم خدمتتون چک آوردم موضوع باشی بچه نق نزن تو اینجا چیکار میکنی؟ بگیرش این بچه رو سلام نیکا نیکا توی مورد نظر آوردم باشه فهمیدم خدا بفهم Oh!
سلام. چه سلامی؟ چه علیکی؟ من وقتی میام خونه یه لقمه غذای گرم میخوام. اینو بعد دیروز گفتم. پریروز گفتم. پس نه دیروز گفتم. زدم این دستم مشکوندم. بذارم این کلمم مشکونم حال. اون از برخوردت با ادباب رجوع، اون از وضع پرونده ها، این از اومدن و رفتنت. چی من راستو چیکار کنم؟ مهدی کودک که نمیری، غذا چه نمیخوری، لباس خوب که نمیپوشی، من چیکار کنم؟ دیروز بهت گفتم، پریروز بهت گفتم، پس پریروز بهت گفتم، بزنم این مغزمو داغون کنم، آره، بزنم داغونش کنم، دستمو بزنم بس کنم. مامان نیکا پول میخره مثلا میفروشه به کارگرا. چی شده طلایی جان؟ بابای نیکا نمیدونم کجاست. این مردا که هیچی نداره، رئیسمو جادو کرده. فون این چک میخواد سه برابر موجودی کارخونه رو بگیره. دوبار خوش حسابی کرده، حالا دفعه سوم این همه پولو با هم میخواد. یه تیکه جنس هم بهمون نداده. نگران نباش مادر، رئیست میشناستش. شاید میدونه اشکالی در کار نیست. آخه مادر جون، چطوری نگران نباشم؟ اگه این همه پولو برداره بره خارج چی؟ اون وقت کارخونه ورشکست میشه، بنده هم باید بشینم تو خونه با این نیکا خانم خاله بازی کنم. بایی با چای برادرم منو بستن، خیلی خندیدیم. یه چی میگم تو رو خدا ناراحت نشی، منو نزنی، چیزی برای گفتن نداریم. بریدش من دوباره. ببخش بیجان میگم 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 پشت پدر کن. راستش یه چی میخوام بگم، ناراحت نشی، منو نزنین. خیلی وقتی که بابات میخواد بری یه سفر تفریح به جزیره خوش آب و هوا خوش میگذرونه بدون مامان، به بهانه یه سفر کاری فردا شب با هواپیما میره. جشن مهد کودکم نمیتونه شرکت کنه، میخواد این کارم تولد مامان شری بکنه که سرش گرمه. بره توش لمنم. بعدش هم میخواد مامان شهره رو طلاق بده. نمیذارم، تو هم باید بهم کمک کنی، فهمیدی قربان؟ من که از خودمه. خیلی زلنگ، هر کاری میکنم اون زنه. خیلی خوب دیگه، خیلی خوب دیگه، بسه.
میکنه خودمه. خیلی خوشحالم که از کیک خوشت اومده. چون همونطور که باید انجام شده. چند نفر دیگه موندن نرسیدن هنوز؟ کنم حدود 5-6 نفر موندن. خب راجع به نوشیدنی بذار بعدن. شیکوپی کردین؟ نمیخوای که بگی به خاطر تولد منه لباس خوشگلاتو پوشیدی؟ حالا فرض کن به خاطر توه. دنیا به آخر میرسه. با احترام 9 5000 15 چه شکلی آخه من تو 10 بیشتر بلد نیستم 15 5 9 1 5 درست نمیشه بلقش لقده یا لقه هر کتون دستشنی بزن استنارا اعتبار جان ها دوست دوست نارا اعتبار میشه ماشین روشن کرده من میخوام برم فرودگاه بای بای یا فیده این چی بابا این قربان یاد فیلم هندی کرده حالا زمانی گفتم که فکر کنیم واقعا من همه این باربندینم رو بستم این 2 ساعتی که نمیشه که یک کاریش بکنم نه بابا کاریش نمیشه که بست موشیه دارم متاسفم چای دیگه ندارم
خسته نباشید. خدا روز بخیر. سلام. میشکنم. بذار بشکنم. بذار بشکنم. آدمو نه نه مناسب بعد همه جاش بشکنه. همه سر کار شما نیستی. همه دارن میرن خونه‌شو تازه تو داری میای. همه لباسو تمیز تو لباسو کثیفه. بشکن این دستی که به تو مساعده داد. فردا زود میام. اگه نیومدی؟ پس فردا زود میام. قول میدی؟ بله. بله. بالاخره عملیات موفقیت انجام شد. ولی نمیدونم چرا همیشه یکی هست که آدم مثل پفک میفروشه. دنیا ما میدانم عمر ما کوتاست چون گل صحراست، پس بیا این شادی کنیم. دست میزنم من. Call me cool.
ببخشید یه کار مهم پیش اومده. نیما، نیکا، سپر، آیدا، ترنو، دفتر. ببینید آقای اردلان، یه لحظه گوش بدید. ببینید دختر شما همه رو وادار کرده بچه ها رو به نقشه کشیدن. بله آقا، بله، خودش این کار کرده. اونا تصمیم گرفتن یه کاری کنن پدر مادرها نتونن از خونه بیان بیرون. ببینم برای خود شما این چند روزه اتفاق عجیب غریبی نیفتاده؟ خب بفرمایید. بله، همش کار ترنم خانم دختر شماست. خودش اعتراف کرده. خب بله، اعتراف کرده پیش من. بله داریم اعترافشو. بله خواهش میکنم تشریف بیارید. بله پول؟ چرا شما داری با این صحبت میکنید؟ تلفن بده من. بده گوشی رو. بده گوشی رو بده من. برم مرد یه موقعیت چی میگه؟ بده من باید یه مرد صحبت بکنم. من مرد که فقط یه نفره اون احمد هست. بچه کنار ببینم گوشی رو بده. چرا همچی میکنی؟ توهین شده، آبروتو ریخته چو همچین شده. امروز اینجاییم و این تقصیر ماست، علتش کم دیدن لطف خداست. یادمون رفت بچه های مهربون هدیه هستن از خدای آسمون. احتیاج بچگاه لالاییه، گاهی خندیدن رویاییه، گاهی عشقش با تو بازی کردنه، دوره هم یه شام ساده خوردنه. دیده ما از دستش هستیم در فرار، از دو چشمی که پر از انتظار. اون فقط میخواد که بازم دیده شه، مثل میوه از رو شاخه چیده شه. امروزم کارش غلط یا که درست، علتش کم بود و کم لطفی توست. من دیگه یه دقیقه هم نمیذارم بچه‌م جایی باشه که بهش کلک زدن و نقشه کشیدن یاد میدم. منم دیگه نمیذارم دخترم بیدیشه، هر چی لازمه خودم بهش یاد میدم. سکته میکنی آقا؟ من هر جلو آقا برو شما برو خانم. من بابای همه تونو یه جا در میارم. من یعنی چی؟ بله درست میگه. شما میخوای دراری؟ بابامو؟ چرا بله، برای اینکه شما اصلا صلاحیت ندارین که از بچه من نگهداری کنین. اصلا بچه من دیگه نمیخوام اینجا چیزی. باری کلا. هر بچه‌شو دارم میگم من میرم دنبال نیما، بچه‌ی خانم میمیرم ازشون تعریف میکنه. من میخواستم بچه‌م بی تربیت بشه، خودم بزرگش کردم. این چه روشی؟ حداقل با هم خداحافظی کنن. کجا هست پیچک بریدی پایین؟ خانم این نتیجه تربیت شما سنگاه کنم نگاه نمی کنه آقا بشم. دمت گرم، رفیق خوبی بود. دلم برای دم میشه. مگه خودت نگفتی وقتی مامان بابام دخونه بمونن آخر عملیاته؟ منم رفتم به مامان بابام گفتم دیگه، چه میدونستم اونا خبرچینن؟ به خدا خواسته شدم. چی داری میگی اینجا ها؟ چی؟ یه بریم نه. Thank you.
تو باغچه بمونه تنها، دلش میگیره ستاره تنها، بمونه تو شب ها دلش میگیره ماهی، اگه تنها باشه تو دریا دلش میگیره. خداوندا، من هر کاری که میتونستم کردم، دیگه بلد نیستم بیشتر از این، کم آورد. ترنم خیلی ناراحته، اصلا نمیتونه دوستاشو ببینه، دوستاشم نمیتونن ترنم ببینه. خودمون باید چی کار کنم؟ آروم باید باشیم، چون آدم ها با این که اینجا تعطیله، اگر صدای منتونو بشنون وقتی که ویلکون جفتمون نیستن. ماشالله چقدر دارم برای تنگ شده بود، فکر کنم چند هزار سالیه که ندیدیم هم دیگه رو. آره شما همیشه من لطف داشتی. میگم فوفو جان اصلا لازم نیست اینقدر رسمی باشی، ملاقات ما کاملا غیر رسمیه، میل کن. در ضمن خداوند خیلی دوست داره من اینجا مونه. ببخشید ولی آدم ها رو بیشتر دوست. پس خودت چی که از خداوند بزرگ خواستی برای کمک به دوست ترنم منو بفرست اینجا؟ مثلا همون دوست ترنم خانم، هیچ میدونی که تا 3-4 سال دیگه اصلا نمیدونی تو کی بودی و کی هستی و کجا بودی و کجا خواهی بود و این حرفا؟ دلم نمیخواد ترنم رو یادش بره. یادش نمیره انشالله، اگه از خداوند بزرگ بخوای هیچ وقت تو رو فراموش نمیکنه فوفو جان. چطوری؟ خوب سوالی کردی. راهش اینه، بعد براش یه کار بزرگ، خیلی بزرگ و اساسی انجام بدی که هیچ وقت تو رو فراموش نکنه. ولی دیگه فکر نکنم بشه براش کاری کرد. پس فکر میکنی من برای چی اومدم اینجا؟ اومدم که یه کار خیلی بزرگ برای تو و ترنم و بقیه دوستات انجام بدم عزیزم. نمیخوای ازم بپرسی چه کار بزرگی قرار انجام بدیم؟ اگر شما بخوای شد. با این همه فوفو حتما میشه، چرا نشه؟ بله اینجوری شد که عملیات ما با فوفو شروع شد. ماما من رفتم، خداحافظ. خداحافظ. جان جون خرابه. مشی واسه چی نیومدی شمال؟ مال ما مجبور شدیم ما شمال برگیریم بیاریم اینجا. مگه تو نرفته بودی باکو؟ باکو کلو چنده مشی؟ برو اون واسه تو. برو بیرون ببینم. کار دارم. اوت اوت. یقم داری میگی؟ عزیز دایی کش بچه ها دونه دونه نپاچین تو. بچه ها کیان سب کنه؟ بگم سب. اه
سلام خانم. سلام. شما اینجا چی کار میکنین؟ من که بهتون گفتم چه گم شده. میدونید شما چه کمکی به من کردین؟ اینو ببینین روزنامه رو. این اکثرا ببینین میشناسینش که حتما. اون روز شما این چک رو اگر به این مرد شارلاتان داده بودین، الان تمام سرمایه کارخونه و شرکت منو بالا کشیده بود. خیلی ازتون ممنونم. البته من چک رو جلوشو گرفتم ها، ولی خب حالا دیگه اومدم بهتون بگم که شما از فردا یکی از اعضای رسمی هیئت مدیره شرکت ما هستید. انشالله که مبارکتون باشه. خیلی ممنونم جناب. عزیز دلم بفرمایید. من کار خوبی کردم. عزیز دلم، آره دختر تو من. آقا اینم پرونده تکمیل باز کنید امضا کنید. بله چشم، شما این چای رو میل کنید من الان امضا. شما همین امضا کنید منت باشید سر بنده من. بله حتما اینم امضا. ان شاء الله که موفق باشید بفرمایید. یه دنیا تشکر. ممنونم. مرسی. لطف کردید. پاییزه. بفرمایید. خواهش کنم. والا من می‌خواستم عرض کنم که یعنی من بازرس اداره هستم و از دیروز متوجه شدم که این آقا دیر میاد. من واقعا شرمنده‌ام. دیگه تکرار نمیشه، قول میدم. من با آقای بازرس گفتم که حقوق شما به اندازه تحصیلات و تجربیات شما نیست. نخه من اضافه کاری نمی‌کنم، باور کنید. به پیشنهاد رئیس شما میتونید از این بعد زودتر برید خونه. اونا کنار خانواده شاد بشید. ناصر عزیز، برای یه کادو آوردم که امیدوارم به نفع احسن ازش استفاده. من بله؟ واقعا تو چه شب میاد؟ هر دو هر دو ببین بدون میدونم لیاقت شده. ای وای همونه که نه 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 مال بازی خودمه. منم دوست دارم. نه ببینش که برات میخرم. اینو ول کن. کادو آه نه قابل خوشحال شدی واقعا. آره قابل تو رو نداره. موازه خواهی باش. یه دقیقه وایسا نظر رو مافوره. تخمه مشوری خیلی سر توف نکن. سنجول به این فرش نکش. جان خیلی فکر داری میزنی. آدری میری تو مخم. یه دقیقه وایسا. سر سامی سواره گرفتم از دست. پلاژو برو خونم بیرون. تو راست میگی، تو راست میگی. میری میری. وقتم کردی بیچارم کردی. تو برو. لوکوش جا حساسش. سیوله شدم. جان بذار ببینیم چی میگه آخه یارو. یه بابا این شناس نامت را میتونم زودتا سوراخ شه. خوابشو ببینیم. یا اینم از هدیه های قلابیت. بده من از سرتم زیاده. قربان انیس رامین شیبا احمد علی. با احمد علی چی کار داری؟ سویچ همو میخوام. اما احمد علی بسات خود از سرتم زیاده نیستن که. فکر کنم همشون با هم دیگه مریض شدن. یه هو بیجا کردن بدون اجازه من. همشون با تو دست به یکی کردن که نریم محضر. آره والا من از خودم همین الان برم دادگاه طلاقت بدم. والا من دهنای تو کار کنم. میبریمش.
قول نداره فرداش من یه عرضه دوشو بیاشو برم با مقصد خودم زدم زمین ها میخواستم بترسه ببین چی میگم بفرم این دفعه آخرت باشه که از این اراز و لوباش میاری اینجا در زین تو با این قد دو هیکل درازه نمیدونی با کی باید دوست بشی؟ تو اصلا میفهمی؟ مادر چون نه من خرم نمیفهم جهان که تقصیری نداره کجاش گناه داره عروسم تو گناه داره قربونت بشم عروس گل من ببین چی میگم سری میری خونه رو عین دسته گل تمیز میکنی باکو ماکو تعطیل مادر دیگه من چیکار بکنم جیگر دیگه خدا ببینم چشم. از این زبونت نیما جون هر کاری داشتی بازم بهم بگو خدا حافظ خیلی کلتم یعنی مادر تو یک ساعت هم نمیتونست نوش رو نگه داره؟ مادر تو خیلی هم نوش خوشش میاد بابا تا همین چند وقت پیش تنها چیزی که پشتش میشستی سماور بود جیانه بد بود یادت چقدر باش حال میکردی؟ با من بحث نکن حالا بد شد زنگ بزن بگه آژانس چیزی نگاه کن لباسم رو به چه روزی افتاد آقا جون اول بار این خیابون 33 کلی به این محضر داده پول دادم یه ست بایسه این زودتر این کار رو قالش رو بکنه تمام کنه چشم نه خیر آقا چیچی رو اول برو مهد باید این بچه رو بذاریم اونم بابا چیچیه بریم مهد زودتر بریم محضر این قال این قضیه رو بکنیم تمام میشه بره دیگه واقعا خجالت نمی کشی؟ نه اینقدر ازم خسته شدی؟ اینقدر دلتو زدم؟ میخوای جلو چشم بچه همون اول طلاق بگیرم؟ ای، به کار میده کجا؟ حالا بودی رفیق بیم پایی ببینم بیم پایی چایی بخر بنز ببر بابا نمیرسیم یه در بستی چقدر سوت و کور خیابون جونا ماما بیا سلام علیکم خانم سلام میخوام یه مقدار نرم شده باشه که جذب آدم بشه میتونی که کننده داخل کنه چی که دلتون بخواد میتونی سبزیجات باشه میتونی گوشت مرغ باشه الو این مردم چقدر فضولن ها از وقتی اون برنامه پخش شد همه ازم میپرسن آیدا چه جوری رفت تو تلویزیون؟ آبرو جلو همه دوستات رفته آره؟ ای چه جالب اینجا اسب افتاده. اسب یعنی پیشرفت ناده. این گوشاش درازه، بلاغه. میگم آه، این خونه خیلی کوچیکه. عوضش کنی؟ من خودم هم دیگه روم نمیشه توی در همسایه نگاه کنم اما اول باید کار پیدا کنم بعد خونه آره بگرد بگرد بسیار خوب من بازم بگم که موقتا به برنامه اومدم و الان با همی تلفن بشنم سلام خسته نباشی من راستش برنامه قبلیتون رو دیدم اون دختر بچه حرف دل همه ما رو زد مجریتون هم که واقعا بی نظیر اجرا میکرد به نظرم توی تمام برنامهاتون این یکی خیلی عالی بود میشه بگین چطوری تمرین کرده بودن که اینقدر راحت اجرا میکردن تو رو خدا اگه ممکنه بازم این دختر رو اون آقای مجری حتما بیان برنامه اجرا کنن ممنون میشم خدا نگهدار ممنونم این 370
تماس ماست و همه میخوان که مجری خوب ما به برنامهشون برگرده، اما متاسفانه ما نتونستیم باش ارتباط برقرار بکنیم و من اگر الان صدای من میشنوند امیدوارم که هر جا که هستن شاد باشن و زودتر به برنامهشون برگردن. بله بله، از اتاق فرمان به من گفتن که الان میخوایم گزاره ویژه براتون پخش کنیم و الان با هم میبینیم. بازم سلام، من آیدا هستم، هم دختره که اومد تو برنامه بابا. بعد از اون برنامه بابام بیکار شد و اومد نشست خونه، خیلی با من بازی کرد. منم فهمیدم بابام چقدر منو دوست داره. بابا جون اگه دلت میخواد بری سر کار برو ها، چون من فهمیدم تو منو خیلی دوست داری. دوست دارم بابایی. با این قیافه دیگه نمیشه رفت احسر. بیا بریم همینجا، مهد ترنم نزدیکه. با این تیپ بیا مهد. خب میخوای همین جوری مثل مجسمه گلی بایسیم وسط خیابون؟ میگم راستی تیپ گلی خیلی بهت میاد. خیلی شدی برای خودت. به تو هم خیلی میاد. ببین من که اینطوری نمیتونم بیام. من ترنم تو خودت برو بابا، ما میام دنبالت. بالاخره یکی میاد دیگه، لوس نکن خودتو، بودو برو. خدافظ. راستی مامان تولد بود. این که کفشه بچگی ترنمه که اینجا چیکار میکنه؟ یادت چقدر گنو خریدیمش؟ یادم تمام پسندازمون رو داریم تا اینو خریدیم، یادته؟ چقدر زود گذشت، چقدر زود بزرگ شد. وقتی مهدش تموم بشه بیاد بیرون، کدوم یکی از ما رو باید ببینه؟ کدوممون باید بیایم دنبالش؟ اصلا کدوم یکی از ما رو میخواد؟ دوست داره وقتی میاد بیرون تو رو ببینه یا منو؟ فکر میکنم که دو تایی باید بیم دنبالش. Bye.